در قانون پایستگی به ما میگه که در یک معادله شیمیایی، در یک واکنش شیمیایی، همیشه مواد اولیه با فرآورده باید یکسان باشه. یعنی در یک واکنش شیمیایی اتم اینه از بین میره نه از به وجود میاد. همیشه نوع و تعداد دو طرف با هم برابره. پس در یک واکنش موازنه که نوع و تعداد اتم با هم برابره، از قانون پایستگی جرم و قانون پایستگی ماده پیروی میشه. که موجب چند تا نکته رو توجه کنیم. در یک معادله شیمیایی باید تعداد اتم های هر عنصر در دو سوی معادله یکسان باشد. چنین معادله را موازنه شده میگیم. در یک معادله شیمیایی موازنه شده، تعداد نسبی مولکول های واکنش دهنده و فرآورده را بیان میکند. البته بعضی واکنش های هسته‌ای در مواد پرتوزا که با کاهش جرم همراه هستند از این قانون تبعیت نمیکنند. گفتیم در قانون پایستگی نوع و تعداد اتم ها یکسان. اتم نه از بین میره نه به وجود میاد. اما این در واکنش های شیمیاییه که ما گفتیم در بعضی از واکنش های هسته‌ای نوع و ماهیت ماده عوض میشه، یعنی اتم ها به هم دیگه تبدیل میشن، که اینو باید جزء استثناءات این قانون پایستگی در نظر بگیریم. به مثال دقت کنید، میگه به شکل های زیر با دقت نگاه کنید و درباره قانون پایستگی جرم در واکنش های شیمیایی در کلاس به گفتگو بپردازید. آ میگه فلز آهن با گوگرد واکنش میدهد و به آهن سه سولفید تبدیل میشه که معادلش Fe جامد به علاوه S جامد میدهد FeS. با توجه به شکل داده شده مشخصه اگر من 140 گرم آهنو با 80 گرم گوگرد واکنش بدم 220 گرم FeS تولید شده. و قسمت بعدی قسمت B میگه اگر میخ آهنی رو بیایم در مجاورت یک هوای مرطوب قرار بدیم زنگ میزنه. حالا اگه دقت کنیم به جرم داده شده، اگر میخ سالم من 2.25 گرم وزنش باشه، زمانی که در رطوبت قرار میگیره و زنگ میزنه دوباره اندازه‌گیری کنم میشه 2.27 گرم. حالا ما می‌خوایم با توجه به این عددهای داده شده بررسی کنیم قانون پایستگی اینجا به چه صورتی انجام شده. دقت کنیم به پاسخ. خب برای قسمت اول کاملا مشخصه، من اگه 140 رو با 80 جمع کنم برابر 220 که این شکل نشون میده که جرم مواد اولیه با جرم فرآورده باید برابر باشه. پس با توجه به این رابطه از قانون پایستگی جرم پیروی کرده که جواب با توجه به قانون پایستگی جرم واکنش دهنده ها و فرآورده با هم برابره، چون که کاملا مشخصه 140 به علاوه 80 برابر 220. اما جواب قسمت ب میخ آهنی در مجاورت هوای مرطوب به آرامی زنگ میزند. خب ما میدونیم اگر یک میخی آهنی در رطوبت قرار بگیره، این میخ یعنی Fe ما میتونه با O2 واکنش بده و اکسید آهن تولید کنه. ما اینجا نگاه میکنیم میخ سالم بوده 2.25 گرم، اما بعد از اینکه زنگ زده شده 2.27 گرم. اینجا جرما با هم برابر نیست. علت اینکه جرما با هم برابر نیست باید بررسی کنیم. اگر معادله داده شده رو داشته باشیم، Fe به علاوه O2 هوا میده Fe2O3، یعنی زنگ آهن. خب میخه من جرمش بوده 2.25 و جرم فرآورده حاصلش 2.27 که اینجا نشون میده اون اختلاف جرم 0.02 گرم مقدار اکسیژن هوایی که با میخ واکنش داده. که دقت کنیم میگه میخ آهنی در مجاورت هوای مرطوب با گاز اکسیژن واکنش میدهد و ترکیب آهن سه اکسید را تولید میکند. افزایش جرم به مقدار گاز اکسیژن بستگی داره که حالا چقدر از این اکسیژن هوا رو استفاده کرده. بینیم سراغ مثال بعدی. دو دانش آموز با استفاده از قطعه های پلاستیکی دو دستسازه به شکل های زیر درست کردن. درباره جرم این دو دستسازه در کلاس بحث و گفتگو کنید. شرط برابری جرم آنها را بنویسید. خب ما اگر دقت میکنیم به این دو تا شکل برای جواب دادن به پاسخ این سوال دقت میکنیم. خب با توجه به شکل های داده شده، اگر ما بیایم این دو تا دستسازه را با هم بررسی کنیم، میبینیم تعداد قطعات با هم برابره. مکعب‌های آبی دو طرف برابر، سبزا با هم برابر، زردا با هم برابر، مخروطا با هم برابر، گویا با هم برابر. چون در هر دو تا شکل نوع و تعداد قطعات با هم برابره، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم جرم این دو تا با هم برابره. جواب داریم؟ چون در این دو دستسازه تعداد و نوع قطعات با هم برابره، بنابراین جرم این دو دستسازه با هم برابر خواهد بود. پس در قانون پایستگی جرم که در اکثر واکنش‌ها انجام میشه، ما میدونیم جرم مواد با فرآورده باید برابر باشه. حالا چون جرم برابره، معنیش اینه که نوع و تعداد قطعات هم باید یکسان باشه.